درود و درود، یک روز دیگه، یک صبح دیگه میریم برای ورزش کردن. هر روز صبحمون رو سعی میکنیم با دوتا لیوان آب شروع کنیم و بعد با امید، تا میتونید امیدوار باشید و تا میتونید ایران رو ایرانی آزاد تصور کنید، ایرانی که برای همه خواهد بود، ایرانی که ما پس میگیریم و میسازیمش. هر کدوم از ما توی هر سن و سالی که هستیم وظیفه داریم برای آبادی ایران، و آبادی ایران فقط به معنی کندن و کاشتن و ساختن فیزیکی کارها نیست. ما حالا نیاز داریم به کسانی که برای کمپین شهرسازی کار کنن، به کسانی که کارهای فعالیت‌های مدنیشون رو ادامه بدن، و به کسانی که صدای دادخواهی مردم باشن. سه تا از اینها رو میشناسیم. آقای سامر رجبی هست، آقای حامد اسماعیلیون هستن، خانم مسیح علی نژاد هستن، و کسانی که مفسرین خبری هستن، و مثلا آقای واحدی هست که حتما ایشون همیشه میگن که من فقط دنبال سربگونی این رژیم هستم، و حتما حامی کسانی خواهند بود که برای سازندگی ایران کار خواهند کرد. ما میتونیم انتقاد کنیم ولی سرکوب نه. خب بدن رو باید هر روز گرم کنید، حواستون باشه به گرم کردن بدنتون، و بعد ورزش رو شروع کنید. سعی کنید که گاهی اوقات این ورزش کردن ها، این حرکت های صبحمون رو تندترش کنید. تندتر کردن ورزش بسیار مهمه، اینکه این حرکت ها رو شما تونتر کنید، اما مواظب باشید که به بدنتون صدمه نرسونید. مواظب باشید که درست حرکتش بدید، مواظب باشید که جسم سنگین بلند نکنید در طول روز، مواظب باشید جایی که میخوابید خیلی نرم نباشه، باید یه جایی باشه که شما بتونه بدنتون صاف نگه دارید، یه جای خیلی نرم جای خیلی خوبی نیست برای خوابیدن. برای همینه که این دوشکهای پنبه‌ای قدیمی که ما روی زمین می‌انداختیم و می‌خوابیدیم بهترین مکان، سالم‌ترین مکان بوده برای خوابیدن. خب وقتی دارید ورزش می‌کنید، بدن رو می‌کشید، شکم می‌دید تو، کف لگن رو می‌بندید، همیشه حواستون به قرار دادن شست پاتون باشه. شست پا رو به طرف داخل می‌گذارید، انگشت رو به طرف بیرون، و حالا روی پنجه‌های پاتون بایستید. یک، دو، سه. ببینید کم کم بلند شید. وقتی می‌خواید بایستید، وقتی بایستید کف پا رو حس کنید، که مچ پا، کف می‌دید پاشنه پا رو حس کنید، ببینید کجا به مچ پاتون فشار میارید، به زانوتون فشار میارید. در تمام مدت حتما شکم بدید تو، کف لگن رو هم ببندید و سر پای شونهاتون رو بالا و به طرف پشت نگه دارید. بعد کم کم میاد روی پا بایمسید. یک، دو، سه. ببینید تا کجا میتونید تعادلتون رو حفظ کنید. تو همون حالت بایمسید. یک، دو، سه. یک، دو، سه. یک، دو، سه. ببینید بیرم بالا پایین. یک، دو، سه. یک، دو، سه. یک، دو، سه. مجددن یک، دو، سه. خب حالا شکم بدید تو، کف لگن رو هم ببندید، حالا پا رو به طرف چپ و راست ببرید. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. همطور که شکم دادید تو، کف لگن هم بسید، پا رو ببرید به طرف پشت. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. حالا پا رو بیارید به طرف جلو. یک، دو. وقتی دست و کمر رو بیارید، دو تا دست قرار بدید، شست رو به ایسرا قرار بدید، انگشتان کاملا باز کنید، روی شکم فشار بدید، شکم بدید تو، کف لگن رو ببندید، شونتون به طرف بالا و پشت. پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. ببینید شکم رو میارم بالا،
پارو که میارم بالا شکم هم جمع میشه و میارمش پایین دوباره جمع میشه. سعی کن وقتی پارو داری میبرید بالا این پارو بکشید و ببرید بالا. این کششی که میدید خیلی خوبه. اگر نمیتونید فکر میکنید ممکنه بیافتید دستتون به یه صندلی جایی نگه دارید و این پارو بالا و پایین ببرید. خب حالا این دست رو ببرید بکشید پشت. یک دو سه، یک دو سه، یک دو سه. خوب دست رو بکشید پشت. حالا بیارید جلو. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده. خیلی مهمه که بتونید مطمئن باشید که تمام قفسه سینه رو جمع میکنید و بعد باز میکنید، جمع میکنید و بعد باز میکنید، جمع میکنید و بعد باز میکنید. ما بالاخره داریم پیر میشیم، داریم به عمرمون اضافه میشیم. همینطور که صورتمون پیر میشه اعضای داخلی بدنمون هم پیر میشه. صورت شما میبینیدش، ماساژش میدید، حالا کار دیگه که بخواید بکنید من بلد نیستم، حتما شما بهتر بلدید. اما چیزی که هست، ما اعضای داخلی بدنمون، ماهیچه هامون رو باید با ورزش کردن حرکت بدیم. چاره جز این نداره. دست رو ببرید جلو. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. میبینید از پایین میادم کم بالا بالاتر 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 و بالاتر. خب حالا یک دو سه، یک دو سه، بعد بیاید دو طرف. یک دو سه، یک دو سه. خب حالا یک دو سه، حالا یک دو سه، یک دو سه چهار پنج. بعد بار ورزش بدید. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. میبینید پا رو میارم بالا، میارم زمین، ولی پا رو میکشم. این جای پا باید کاملا کشیده بشه. خب دوباره یک دو سه چهار پنج. صاف هستید، حالت کمر رو بین دو تا دست قرار بدید، پا رو به صورت دایره حرکت بدید. یک دو سه چهار. حالا این یکی پا. یک دو سه چهار. حالا دو تا دست رو دو طرف نگه دارید، شورتون رو بدید به طرف پشت و بالا. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. دو طرف پا رو، دست بدن رو چپ و راست هم بکنید. حالا کار دیگه که میکنید، دست رو ببرید بالا. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. سر بگیرید بالا، گردن بالا، خودتون رو بکشید بالا، گردن رو حالا چپ رو جلو عقب می‌کنید. یک دو. ببینید وقتی میخوام گردن رو بیارم بالا، خودم هم میکشم بالا، میکشم بدن رو میارم دوباره، خودم سر میکنم میکشم بالا، گردن رو میارم جلو، میکشم بالا و بعد اینطوری. یک دو سه چهار پنج. یک دو یک دو. شکم خوب بدید تو، شکم بدید تو. حالا باز بچرخید، دست دست رو به دو طرف بکشید، بکشید کاملا. شونتون رو دستتون در یک امتداد باشه، انگشتای دست رو حس کنید. حالا
نشست و برخواست رو داشته باشید، دست رو برید بالا، هر وقت پا رو باز میکنید یادتون باشه که انگشتتون رو بذارید جلو طرف داخل شستتون رو، انگشتتون رو بگید به طرف پشت. حالا یک نشست و برخاست رو انجام بدید. میرسیم به مرحله‌ای که باید که روی زمین دراز بکشید. همیشه حتما باید این ورزش رو انجام بدید که به پشت میخوابید کاملا مطمئن باشید که ستون فقراتتون کاملا روی زمین قرار گرفته و پاتون رو بکشید، این قسمت ها رو به این صورت بکشید. همیشه پا رو صاف نگه دارید. موقع ورزش کردن این مهمه که پا رو بکشید، حواستون به تمام اندام‌های حرکتی بدنتون باشه، همه انگشتاتون رو حس بکنید و اینها رو بکشید. بعد پا رو ببرید بالا به مدت 20 دقیقه حداقل، باید پاتون به این صورت بالا نگه دارید. توی مدت 20 دقیقه حتما شروع میکنید انگشتای دست رو ماساژ دادن، اون قسمت، اون انگشتتون که بیشتر دچار آرتروز شده، کج و کنده تر شده رو بیشتر ماساژ میدید تو جهت مختلف مخالف اونجایی که برآمدگی داره، مثل ساختاری ماشین همشه من بهتون میگم. بعد اینو قشنگ ماساژ بدید، بیاید داریم باید هر یه انگشتی که ماساژ میدید قشنگ بیارید تا پایین، دوباره ماساژ میدید میارید تا ماساژ، و به این صورت این حرکت های ورزشیتون رو انجام بدید. خیلی سعی کنید خیلی درست اینا رو انجام بدید. الان من خود سریع دارم این کار رو میکنم، شما براش وقت بذارید. هر یه انگشت دست رو با انگشت دیگه دست، همه انگشت ها رو اینطوری ماساژ میدید با این یکی، هم انگشت های دستتون رو دارید تقویت میکنید، هم اون یکی انگشت رو دارید خوب ماساژ میدید. و اینا رو بعد به این صورت دستتون قلاق میکنید، انگشتتون رو به این صورت هم میکشید، همه انگشت دست رو میکشید، بعد انگشتتون رو هم بکنید بکشید تو بعد دست بالا. میبینید تمامدن پای من به این صورته. بعد همینطور که یکی یکی انگشت دست رو ماساژ میدید، کف دست رو ماساژ میدید، حواستون باشه به ماساژ دادنتون. قبل از اینکه پاتون رو ماساژ بدید، یک خورده صورتتون هم میتونید ماساژ بدید، آروم ماساژ بدید. خودتون میدونید این ماساژ صورت خستگی صورتتون رو در میکنه. وقتی به این صورت با انگشتتون انگار که میخواید باشید را میرید باش بازی بکنید، اینطوری پشت پلکتون، پایین پلک و
ماساژ بدید، خستگیشو درد بکنید به این صورت. بعد وقتی که ماساژ صورتتون رو فکر کرده تمام کردید، ماساژ دستتون رو تمام کردید، بعد میرسید به پاتون. پاتون هم هر یه انگشت رو باید ماساژ بدید، سعی کنید زانوتون خم نشه. خب بعد این شست معمولا زودتر کش میشه کنار ماه ناخونه، شست پا زودتر میذاری بیرون، ماساژش کنید، به مرور نره تو دیگه بیرون بیشتر نمیاد. سعی کنید و حتما میره تو. من دارم روی انگشتای پای خودم میبینم، ولی همه این اتفاقات، این تغییرات به مرور پیش اومده. من 68 سالم، این 68 سال طول کشته اینا کج و کرده شدم. حالا نمیشه که یه شب تا متوجه میشم یه دفعه توش مثلا 60 روز تموم شد. حالا باید منام باش مدارا کنم، مواظب باشم کج و کرده تر نشه، بیشتر اذیت نشه و باهاش ورزشم رو انجام بدم. کف پا رو ماساژ میدم، پاشنه پا رو ماساژ میدم، مچ پا رو میچرخونم، این برم به همین صورت میچرخونم. بعد میام ساق پا رو ماساژ میدم. برای ماساژ پاتون ساق پا زمان بذارید، وقت بگذارید تا میتونید پشت زانو رو با حوصله همه قسمتاش رو ماساژ بدید. این برم همینطور همه رو ماساژ بدید. پاتونو خوب بکشید بالا، بکشید بالا، توی این حالت نگه دارید. حتما 20 دقیقه باید اینطوری باشید. حالا شما خودتون رو انجامش بدید، بعد ورزش کارو داریم انجام میدید به این صورت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعد میام بالا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 برای ضرب در زدن خیلی مواظب باشید، چون اگر دچار پوکی استخوان باشید این ضرب درها صدمه میزنه. سعی کنید اگر میخواید ضرب در بزنید این ضرب درها رو به صورت آروم انجام بدید. آروم 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 این پار ببرید بالا، بیارید پایین. آروم این کارها رو با آرامش انجام بدید، ولی انجام بدید. خب دوچرخه بزنید. دوچرخه رو که میزنید یه چوری باشه که پاتون مچ پاتون رو حرکت بدید، انگار که توی دارید رکاب بزنید. خب بعد پا رو ببرید بالا. حالا پا رو صاف نگه دارید، بدن رو بکشید بالا. 1 2 3 4 5 حالا پا رو بیارید جلو. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ورزش میکنید و همه قسمت های بدن رو سعی میکنید حرکت بدید. هر قسمت رو سعی کنید درست انجام. وقتی میخواید پا رو به این صورت به شهرونی، سعی کنید که دوتا شونتون رو روی زمین نگه دارید، کف دستاتون رو روی زمین باشه بکشید و بعد کمر رو لگن رو حرکت بدید. سعی کنید این حرکت ها رو درست انجام بدید. درست انجام دادن حرکت های ورزشی کمک میکنه که ماهیچه هامون بیشتر حرکت کنه و قفسه سینه پرده دیافراگم به ریه فشار بیاره. این حرکت شکم پرده دیافراگم فشار میاره، باعث میشه ریه حرکت کنه، چون ریه ما ماهیچه نداره و باید با حرکت یا در بای ممتن این رو حفظش کنه، سلامتی رو حرکتش. خب حالا 1 2 3 1 2 3 1 2 3
یک، دو، سه. یک، دو، سه. بعد به روی شکم بخوابید. حالا پا رو حتما باید این حرکت رو انجام بدید که پا رو هم برعکس به این صورت بالا ببرید. بعد حتما پا رو بکشید، این یکی پا رو محکم بکشید بیرون، این یکی هم بکشید بیرون رو بلند کنید. مهمه که پا رو بکشید، مهم نیست اینو شل نباید بلند کنید، باید بکشید. بعد حالا دو تا پا رو با هم بکشید، یک، دو، سه، چهار، پنج. یک، دو، سه، چهار، پنج. اون بکشید، پا رو بکشید و بعد بالا نگهش کنید و بعد بلند شید. یک، دو، سه. یک، دو، سه. یک، دو، سه، چهار. برای حفظ تعادل ورزش‌های مختلف باید بکنید پا رو بکشید و این دست رو هم نگه دارید باشید. یک، دو، سه، چهار، پنج. کم کم حرکت‌های دیگه رو اضافه می‌کنید برای حفظ تعادلتون و بدن رو بکشید. یک، دو، سه، چهار، پنج. حالت گربه که به این صورت میکشید، خستگیتون دفع کردید و ستون فقرات رو به آرومی حرکتش میدید و بعد برش میکرد. حتما همیشه حواستون به این انگشتای پا باشه، بکشیدشون، نگه دارید. یک، دو، سه، چهار، پنج. نشید. این بود برای ورزش های امروز صبح ما در فضای مجازی. محض هشتگ محض امینی رو یادتون دارید. بیایید هرچه سریعتر و بیشتر با هم متحد بشیم، قویتر و هر روز حمایت کنیم از این جنبش، به آزادی زودتر برسیم قبل از اینکه تعداد آدم هایی که تبدیل به هشتگ میشن از این بیشتر بشه. مادران دادخواه، گوهر عشقی، محمد نوریزاد، نرگس محمدی، نسرین ستوده، جعفر پناهی، نمیدونم، به خیلی وکلای بسیار عزیزی داریم که در زندان ها هستن. اینها رو همه رو همه رو دریابیم. اینها این جنبش اصلی رو به حرکت درآوردن و در زندان هستن، در بند هستن. دلهای همه این مادران شکسته. یادتون هست که مادر پژمان چجوری گفت که این آبان شما رو نابود خواهد کرد. یادمون باشه که همه کسایی که دارن تلاش میکنن رو تنها نگذاریم. هرگز و هرگز گول تبلیغات رو نخورید. این خیلی مسخره است، گول تبلیغات رو خوردن، این هم در این شرایط و با این چشم و گوشی که ما داریم. در امن و امان باشید. فراموش نکنید که زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. وقتی زن باشه و زندگی و آزادی، میتونیم برسیم به مرد میهن. در امن و امان باشی.